سلام علیکم. علیک. به به به، چه گلایی چه گلایی، حالتون چطوره؟ خیلی مخلصیم، ارادتمندم، چکرین، دمتون گرم که دارید این ویدئو رو نگاه میکنید. ببخشید که خیلی فاصله افتاد، درگیر کلاب هاوس بودم. یعنی اپلیکیشن جدید اومد، اصلا چیز عجیب غریبی ها. آیدی ما براتون میذارم این پایین، دوست داشتین فالو کنین. یه دنیایی هستن کلاب هاوس، حالا اونه که آیفون دارن نسخه اصلیشون میتونن دانلود کنن داشته باشن، باحاله. بگذاریم از این، ببینین کجا اومدیم، ببینین کجا آوردمتون. اومدیم کورنول، جنوبی ترین نقطه انگلیس، جنوب غربی ترین نقطه انگلیس. و اونایی که سریال پولارک رو دنبال میکنن، اینجایی که الان هستیم لوکیشن اون سریاله. و این منطقه که الان دارید میبینید پشت سر من پر اینجوری از این کانکسا که هر کدوم واحدهای دو خوابه است، کنار دریا که دریا هم داریم پشت سر من میبینیم. و جای خیلی باحالیه، بعد از 6-7 ماه قرنطینه، 5-6 ماه قرنطینه سخت و محکم، بالاخره قرنطینه لاکدان تموم شد. یه بخش عمده ایش هنوز هست البته، یه بخش عمده ایش تموم شد، تونستیم که یه هالیدی تنظیم کنیم و بیایم. و قراره که این ولاگ راجع به این سفر باشه. دمتون گرم. ما این کانکس شماره 30 رو گرفتیم، بریم داخلش رو ببینیم، ببینیم چه شکلیه، چه جوریه. سلام بیتا خانم. نه من همینو میذارم، شما فکر نکن بودینی خرابش کنی. خب اینجا گاز و سینک و تلویزیون و میز ناهارخوری. به به، من اینجا قراره بخوابم، مهدی اینجا، اینجا هم حتی میشه خوابی. آره گردو. آره آره، این چی داره دیگه؟ آها یه اتاق خواب اینجا داره، چه خوشگله. آره کی اومده بودین شما؟ پارسال که کلاً تعطیل بود، سال قبلش. اینجا هم یه خواب دیگه است، اینم که سرویسش. آره اونم اتاق خوابه، اینم که 100% سرویس. به به به، عالی، چقدر ترتمیز. آره خوبه، ولی دیگه برای مسافرت دیگه. بفرمایین بفرمایین. خب خب خب، آره بابا خیلی خوبه، خیلی هم خوبه. بیتا خانم شما میدونید چقدر اینجا رو رنت اجاره کردن؟ یا آقا بهزاد میدونه؟ باید دقیقش رو بپرسم از آقا بهزاد تو ویدیو بگم. خیلی خوبه، نقلی پقلی، جمع و جور، نه همسایه همونه. اگه 150 پوند برای 4 شب باشه میشه شبی 40 پوند؟ تقریبا 30 خورده ای پوند. کشفیات بیتا خانم، به به. چه با حال، چه با حال. اینجا چی داره؟ اینجا خالیه. آره. آه اینجا هم تازه چیز داره، قابلمه داره، پاپکش داره اون پایین. اینم که نمیشه خاشور و چنگال و چیزای توابنی. آه چه جاله. اون زیر چه خبره؟ اینجا خبر خاصی نیست. چای سازم که داره و بشقاب مشقاب اینجا داره. آها یخچال، یخچال هم پر از خالیه، ولی الان 2 دقیقه دیگه پر میشه. توستر هم داریم و به 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 به. آره آره. اه تلویزیونو به به به، خیلی خوبه، خیلی خوبه. عالی. آره واقعا خیلی خوبه. چیز میشه؟ آره آره قاعدتا همونه، قاعدتا صفا بده. بله بله. سلام سلام سلام، صبحتون بخیر، صبحتون بخیر. امروز روز اولیه که اینجا دیگه، یعنی دیشبش خوابیدیم اینجا بیدار شدیم. و این هم صبحونه انگلیسی. خدمتتون عرض کنم که انگلیسی حالا برعکس ما که خیلی لبنیات میخوریم صبح، بیشتر تمایل به گوشت دارن و بیکن، سوسیج و تخم مرغ و قارچ جزو
صبحونه های اصلیشونه دیگه. و معمولا این مدل صبحونه تو همه جای دنیا به انگلیش بریکفست معروفه. روز زیباتون بخیر. حالا اینجا داریم این ساعت همون فانوس دریاییه. گفت بسته ولی گفت سوال اون قرهی نبود. گفت بسته ولی گفت بسته ولی پیرمردی گفت من جای شما باشم میرم یه ویوی خوبی داره. آها او یا اول فاس اینجا رو نکنم اتیازت بر من نکنم سمت چپ 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 ضرور است ولی قشنگ. ای بابا این شوخ داشت این داره میذارم گوسفنده داره به گرگ بچه گرگه داره شیر میده. شنگول منگولم نگه. خب بچه بریم یه قدمی بزنیم اینجا. اوه ایرپادم جا گذاشتم. ایرپادم جا گذاشتم همه جیم جا گذاشتم. خب بریم اینجا ببینیم چه خبره برای بچه. یه فانوس دریایی اینجا بود بچه های نام فانوس دریایی بود. خب بخاطر کرونا بسته است. اما اینجا قایان سی ساید اومدیم اینجا. خدایی جای خوشگلی. خدایی دیگه آدم بخواد منصف باشه جای خوشگلی. خب در ادامه سفرمون به کورنوال رسیدیم به یک بندر خیلی زیبا نزدیک محل اقامتمون که این خونه های سفید رو میبینید چه خوشگلن و این بندر جذاب نزدیک های غروب دیگه. فکر کنم ساعت تقریبا 5 اگه اشتباه نکنم 4-5 و خوشیدم اینجوری داره جذابیت خودش رو به رخ ما میکشه. چه ادبی دارم حرف میزنم. خالی هوا هم یه خورده داره خنک میشه متاسفانه. امشب میگن امشب بارون
شروع میشه تا فردا، ولی پس فردا که ما اینجاییم میگن خدا رو شکر هوا آفتابیه، میشه ویدیوهای باحال گرفت، خورده لذت ببرین از این تصاویر. این آقا عمل ماهی گرفت، نشد اون صحنه رو شکار کنیم ولی خدایش ولی خوشگله. این لوله ها لوله کشیده شیه جب تیگه میکرده اینا دیگه قدیمیه باخته دیگه. آره نخواستن دیگه بکنن قول میدن اینا بالای سخت سال میکن از سایده چیز سخته. آره سنتایوز خیلی داربسته چیز زده حالیه این وسط، کارش هم نمیشه کرد دیگه، داره بازسازی میکنه گالری سکوئر. بح بح چی گالری خوشگلی داره. چه شهر پر گالری های این شکلیه، خیلی قشنگه. بافت بافت شهر رو میبینیم. بکرود آرت ورک دوباره اینجا همینطور، یه گالری دیگه. خیلی خوشگله. آره داریم میرسیم به تاون. سگاشون اوتوماتیک صبح میرن نون میگیرن بعد میان ظرفا رو میشورن. آها رسیدیم به این تاونشون. این برم میریم سمت خیلی خوشگلوان همون فیک همون. آره همون چرا نمیتونی بری؟ برو بچه ها. یه چیزی براتون بگم، میخواستم یه ویدیو خفن بگیرم، رفتیم این قایقا رو اینا رو بول کردیم سلف درایو، یعنی خودمون میتونستیم چهار نفر بشینیم خودمون درایو کنیم اونجا تو دریا. بوک هم کردیم، تیکتش هم برامون ایمیل کرد، اما لحظه آخر یعنی قرار 20 دقیقه مونده بود برسیم اینجا، ایمیل اومد که آب و هوا به هم ریخته. میبینید دریا یه کوچولو هم موج داره، به خاطر این موجا کنسل کردن دیگه تیکتمون. حالی انقدر سیفتی اینجا بالاست و انقدر به جون مردم اهمیت میدن کنسلش کردن. اون قایق مشکیرم اون ته میبینید، اینو میخوام بهتون بگم. اینو خب بزن زوم کنم. این قایق هم 12 نفر میشینن توش، یه درایور داره و اون درایوره از این چیزاست، از ایناست که میره تو آب میچرخه یهو مثلا تا مرز چپ کردن میره و برمیگرده. ولی کلا جای خوشگلیه، ولی متاسفانه یکی از اتفاقات بد انگلیس همینه دیگه که آب و هوا باهات یاری نمیکنه خیلی جاها. چه این ساختمونه نها کنید، بارو در از 1312 میلادی تقریبا برای 111 سال پیشه، ببخشید 711 سال پیشه، بگم 111 711 سال پیشه و خیلی خوشگله. آقا ما آخرین تیرمون هم داریم میزنیم، داریم میریم اینجا ببینیم میتونیم قایق اجاره کنیم، با اینکه هوا گرم شده ولی
دریا همچنان طوفانی، خیلی بعید به نظر میرسه، ولی حالا بریم صحبت کنیم ببینیم میشه از این کشتی کروزه ببینیم میشه یا نه. حالا ما سی باشون صحبت میکنم و بریم این بری خورده دریا رو ببینیم. این آقای چه ریلکسی کرده اینجا، چقدر خوشگله، چقدر خوشگله. چطور خب نشد که بشه، گفتن همون چون خاطر دریا موج بودنش نمیشه. اما اینو نگاه کنید چقدر جالبه، این کلون بهش میگن اگه اشتباه نکنم، طرح دلفینه روی این در قدیمی، خیلی جذابه. اکثر خونه ها هم اینجوری بچه، دیواراش یا سفیده یا ترکیب سنگ و سفیدی، خیلی خوشگله. خب در ادامه سفرمون به جنوب انگلیس اومدیم به یه شهر دیگه. آقا اسم شهر چی بود؟ من یادم رفت. نیوکی. نیوکی آره. اومدیم به نیوکی و آره مرغ دریایی پر رو، خیلی اینا وقیحن، خیلی وقیحن، یعنی اصلا نگم براتون، از اینکه میان تو دستتون خوراکیو میزنن میبرن. ولی اگه یه ماه دو ماه دیرتر می اومدیم اینجا الان قلقله بود، یعنی جای راه رفتن نبود. یه خورده الان خنک، هوا سرد نیست، خنک فقط. ولی اگه یه خورده دیرتر می اومدیم خیلی باحال‌تر هم میشد. یکی از جاذبه های این منطقه اون خونه است که اون بالاست، میبینید یه خونه هست که رو صخره هست با یه پل وصل شده به شهر. اونجاست. حالا بریم تصویر جلوتر هم میگیرم براتون. آره یکی از جاذبه های نیوکی این صخره است و اون خونه شخصی که اون بالاست، که من فکر کنم اولی جای اداری باید باشه، جای دولتی باید باشه، ولی اینجوری نیست، یه خونه شخصیه. این بر که شهره رو اینجوری وصل میکنه با این پله به اینجا. خیلی ویو جذابی داره. واقعا آدم دلش نمید از این منظره بگذره. میبینید چقدر خوشگله، چقدر زیباست، خیلی خوشگله. شما فکر کن خونت کنار دریا باشه اون بالا، بعد ویو هم ویو دریا، اصلا نگم برات. اینجا دقیقا زیر اون پل هست. باشه این چه خوشگله. خیلی ویو زیبایی داره. شاعر چی میگه؟ میگه تموم راه روهای خونه رو شم که به چینی من با هات قهرم. آقا مصطفی اوضاع چطوره؟
یه خورده این باده بچه کارمون خراب کرده، یعنی نگذاش قایق رنت کنیم، نشد که بریم داخل آب و اینا. ولی خب دیگه شما قبول کنید همین قدر رو از من دیگه. آها یه توضیح میخواستم بدم، اصلا یادم رفت. داستان اینجوری شد که ما 4 روز بوک کرده بودیم کورنولو و قرار بود که دیروز هوا بارونی باشه، اما نبود و دیروز هوا خوب بود. ما دیگه برنامه واسه دیروزمون نداشتیم، رفتیم چند جا، اما به خاطر اینکه تازه کرونا تموم شد و بخشی از قرنطینه رو برداشتن و هنوز یه خورده هوا خنکه اینجا، خیلی از اون جاهایی که بوک کردیم رفتیم خودشون کنسل کردن و نشد. امروز که قرار بود هوا خراب باشه تقریبا بهتر بود، خیلی بارون نگرفت. اینجوری شد که یه خورده سفر پروپیمون نیست، به این دلیل بیشتر آخه توی همون جایی که بهتون نشون دادن تو خونه بودیم و خودمون بازی کردیم و کیف کردیم و این داستانه. اما تا اونجا که شد، یعنی هر جایی که رفتم براتون تصویر گرفتم. مثلا کارتینگ رفتیم، قبل از رسیدن گفتن چیز شده، بسته شده اون قایقا که بهتون نشون دادم، و تا بوک کردیم نیم ساعت بعدش دوباره برامون پولش ریفاند کردن، گفتن که به خاطر آب و هوا نمیشه. از این اتفاقات این مدلی برامون افتاده حقیقتش. خیلی به دل نگیرید ازم، دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره رسید.